پس صرفا نیستش که ما زمانی که یک چیزی رو میخوایم انجام بدیم با جسممون با اعمالمون انجام بدیم، ما اجازه میدیم که روحی که در ما داره کار میکنه کارش رو ادامه بده و ما باهاش همسو بشیم و این روح خدا هستش که در ما کار میکنه. خیلی جالبه، بعضی از رهبران کلیسا هستن که این رو چرخوندن، خودشون شدن محور و تعالیمشون شده دوباره مثل اون مثال موتوری و ماشین که چند وقت پیش زدیم، که یک شخص توی بیمارستان، خیلی من دوستان و سعی میکنم بگم اینو، که توی بیمارستان یه آقایی بیدار میشه بعد از اینکه تو کما بوده، بعد یه تخت بغلیش میبینه بلند میشه فوش 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 به این میده و بیهوش میشه، بعد دوباره بهوش میاد اینو نگاه میکنه، فوش های بدی هم میداده، نمیتونیم بگیم از اینجا، هی فوش میده دوباره بهوش میشده. پرستار میاد تو میگه این دیوانه شده، این ذره مغزی شده، چرا این فوش میده به من؟ میگه نه این بنده خدای موتوری بوده، شب بوده، چراغ نداشته، دنبال چراغ تو میرفته، تو رفته تو دره، اینم با تو رفته تو دره. و این اتفاق نباید برای ما بیفته، ما نمیخوایم موتوریه باشیم. و بعضی از کلیساها کتاب، یعنی کتاب طوری تعلیم داده میشه که همه گله دارن دنبال اون رهبر میرن و این اتفاق تو غلاطیان داره میفته. اون یهودیایی که داشتن تعلیم میدادن که اوکی مسیح این کارا رو کرده، روح خدا اوکی، ولی الان شما باید یک سری کارا بکنی، باید کلیسا بری، باید این حرفا رو بزنی، باید اینجوری لباس بپوشی، باید این رفتارا داشته باشی تا بتونی که جلال بدی خدا رو، تا بتونی که خدمت خوب داشته باشی در کلیسا، تا بتونی که برکت بدی. اینطور نیستش. اگه اینطور بود خدا این حرفا رو نمیزد. و پولس داره میگه که این نادایان شما، آیه 3 میگه این نادایان، آیا شما با روح آغاز کردین، حالا دارین با اعمال تکمیل میکنین کاراتون رو؟